سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدین به مجله صبح امروز. در آغاز برنامه بسته خبری از مهمترین خبرهای افغانستان و بیرون از افغانستان بود که تقدیم شما شد. در ادامه مجله صبح امروز، موضوع ما در پیوند به تدابیر وزارت صحت عامه برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا است. اگر در همین مورد پرسش و یا دیدگاه دارین، را ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. 0791-300-654 شما رو به گونه مستقیم و مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه، میتونین سر به نشانی فیسبوک activinews.af بزنین. موضوع برنامه اونجا پست شده. پای پست مرتبط به موضوع امروز، دیدگاه و یا پرسش اگر دارین بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. از آغاز تقاضا میکنم خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت درست‌تر را اختیار بکنین، صدای ما را تنها از طریق تلفن داشته باشین تا بتونیم به گونه دقیق پرسش و یا مشکلی که می داشته باشین در برنامه داشته باشیم. مهمان ما بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان حضور پیدا کردن. خیلی خوش آمدین، صبح شما بخیر. سلام بر شما و به بینندگان محترم تلویزیون شما، تشکر شما. در ابتدا در رابطه با تدابیر وزارت صحت عامه برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا، اینکه وزارت چی آمادگی و برنامه هایی را روی دست داره؟ خب نظر به این که ما موج اول ویروس کرونا را پشت سر گذاشتیم و یک چندین ما وضعیت ما بهتر بود، وزارت صحت عامه افغانستان نظر به این که احتمال آمدن موج دوم در تمام جهان وجود داشت و افغانستان هم از این مسئله استثنا نبود، یک پلان جامعه را آماده ساخت تا بتونیم ما به صورت بهتر با ویروس کرونا برای موج دوم مبارزه کنیم. و این پلان جامع چندین بخش شامل میشه. بخش اولش در رابطه با مفاهیم خطر و آگاهی خطر به مردم هست. بخش دوم در رابطه با بالا بردن ظرفیت شفاخانه ها، ظرفیت لابراتوارهای ما، ظرفیت تست های تشخیصی ما کار میکنه. و بخش سوم روی مراقبت های خانگی برای و اشخاصی که وضعیتشان خفیف متوسط است. و به این ترتیب بخش چهارم مراقبت های شفاخانه ای برای اشخاصی که وضعیتشان وخیم میشه. و در آخر هم در رابطه به تدارکات بهتر برای شفاخانه ها کار میکنه. این پلان تقریبا 80%ش عملی شده و هنوز هم کار روش جریان داره تا ما بتونیم وضعیت را بهتر کنترل کنیم. و اگر از وضعیت صحبت کنم، در هفته های اخیر افزایش در فیصدی واقعات مثبت مشاهده میشه و ما گفته میتونیم که موج دوم آغاز شده. بنان احتیاط های جدی هست و تمام تلاش ما روی از این متمرکز هست که ما بتونیم وضعیت را کنترل کنیم. بسیار تشکر. تماس داریم، نخستین تماس برنامه را پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. بانو جعفری، در رابطه با آمادگی هایتان بر بیمارستان ها، عرضه خدمات، امکانات نه تنها بر پایتخت بلکه بر ولایت افغانستان و همچنان در رابطه با کت های تشخیصی که چقدر کافی است برای پیشگیری و همچنان برای موج دوم در اختیار وزارت صحت عامه قرار داره؟ خب به صورت عمومی اگر از شفاخانه ها صحبت کنیم، ما یک از بخش های امی پلان مایی بوده که ما بتونیم ظرفیت شفاخانه ها را بالاتر ببریم و نسبت به مرحله اول ویروس کرونا حال وضعیت در قسمت شفاخانه وضعیت بهتر است. ما بسترهای بیشتری را داریم آماده برای کسانی که وضعیتشان وخیم میشه، ولی باز هم نظر به پیش بینی هایی که ما داریم، امکان از این میره که مرحله دوم بدتر از مرحله اول باشه. بنابراین تاکید ما روی ازی است که ما با وجود تمام پلان هایی که داریم، با وجود تمام آمادگی هایی که ما داریم، باز هم بهترین و مؤثرترین راه جلوگیری از ویروس کرونا، مبارزه با ویروس کرونا، جلوگیری از انتشار ویروس هست که در قسمت همکاری مردم هم حتمی هست و ما هم تمام تلاش خود میکنیم و از مردم خواهش داریم که در قسمت رعایت نکات صحی با ما همکار باشن. بسیار تشکر. در رابطه با کیتای تشخیصی هم اینجا که چقدر کافی است برای مبارزه با موج دوم صحبت شما رو میداشته باشیم. پیش از اون نخستین تماس برنامه رو پاسخ میدیم. بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است. مهربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ السلام علیکم خدمت شما، خدمت میمان برنامه شما. بسم الله هستم، از ولایت غور تماس گرفتم. بسیار خوش آمدید، مهربانی پرسشتون. از ولایت غور تماس گرفتم. سوال من از سخنگوی وزارت صحت درباره کرونا
سوال من بود که آیا وزارت صحت عامه در حقیقت کدام طرح و پلانی برای جلوگیری از موج دوم کرونا داره یا نیکی مانند اول داری همه کرونا را برای خود خو و برای اداره های دیگه مانند یک جای شیری جور کردن که در حوزه فساد به اوج است، اما وسایلی که از بیرون کمک شده برای وزارت اینا به یغمال و دزدی میره. و دوم از او اگر امکاناتی که به دسترس صحت عامه قرار داره و او هیچ وقت برای ولایت های دوردست، برای مناطق های دوردست، برای ولایت هایی که از آن امکانات اولیه برخوردار نیستن آیا قرار داده شده؟ ما شاهدی از ایستی که از ولایت غور یک بسیار مرکز کوچکی کووید 19 تشکیل شده که متاسفانه نه دکتر داره و نه کدام امکاناتی داره و نه دفترهای مجهز داره. حتی سمپلایی که از مردم گرفتی میشه به خاطر تیست یا دو به خود ولایت اما دستگاه و امکاناتش وجود نداره، او رو به کابل روان میکنن یا به هرات، او هم بعد از 3 روز یا 4 روز توسط موترها حتی طیاران پرواز نداره انتقال داده میشه. کس نمیفهمه که آیا کسی یه رو تیست میکنه و یا یه تیست میشه داره اما تیست روان میشه. کسایی بودن که تیست کردن خود آخر نشان داده که یه از دیگه شخص هسته و یه شخص جور تیار بوده. اما سوال خاصی من از ایناستی که در موج دوم کرونا که یعنی شاهدش هستیم، بلخصوص ولایت هایی که سرتیر هسته، ولایت هایی که از مواد غذایی خوبتر از تغذیه خوبتر اونا استفاده درست کردن نمیتونن، چی تدابیر گرفتن؟ بلخصوص ولسوالی هایی که امالا که راهش بند است، راه تبلیغاتی داره، راهی که بلخصوص نیموتر رفته میتونه حتی مریضایی که اونجا مریض میشن و یا به کنم مطلعیم درست اونا امکان نداره که به مرکز انتقال داده شد و اینا چی تدابیر به ولسوالی ها و سطح تریوجا در نظر گرفت. درست، بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین. بیننده باشن صحبت های بانو جعفری در رابطه به صحبت هایی که شما داشتین و بخش هایی که اشاره کردین میداشته باشیم. خب در رابطه با طرح و پلان قسمی که پیشتر هم گفتم، چون یک مدتی وضعیت بهتر بود ما روی ازی کار میکردیم که یک پلان داشته باشیم که اگر احتمالاً موجود هم آمد ما بتانیم آمادگی بهتری داشته باشیم و مبارزه بهتری با ویروس کرونا داشته باشیم. پیشتر تشریح کردم و پلان خدا کنه که برادر ما شنیده باشن، چندین بخش ما رویش کار کردیم. در قسمت آگاهی خطر هست، در قسمت شفاخانه ها و لابراتوار های ما هست، به می ترتیب روی مراقبت های خانگی که موضوعی بود که ما برای او کسایی که وضعیتشون خفیف متوسط است که میتونن در خانه از خود مواظبت کنن و مراقبت های شفاخانه ای برای اشخاصی که وضعیتشون وخیم میشه، و در قسمت تدارکات هم بحث ها صورت گرفته و کار در جریان است. خب پلان داریم بله. در قسمت سوال بعدیشون بود که در قسمت ای که چگونه مبارزه می کنیم، قسمی که پیشتر هم گفتم با وجود تمام پلان هایی که ما داریم، با وجود ای که ظرفیت ما بهتر است نسبت به مرحله اول مبارزه با ویروس کرونا، باز هم پیش بینی های ما نشان میده که امکان از اینکه وضعیت بدتر شود وجود داره، به خاطر که فصل سرما هم هست عوامل خطر بیشتری وجود داره. بنان بهترین و موثرترین راه مبارزه با ویروس کرونا فعلا این است که ما از انتشار جلوگیری کنیم. درست. و برای جلوگیری از انتشار نکات صحیحی که ما مکرر اعلام میکنیم، پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست ها با آب و صابون و حفظ فاصله اجتماعی بسیار مهم هستند. از هموطنان عزیز خود خواهش میکنم که حداقل پوشیدن ماسک بر خود یک عادت بسازن که ما بتونیم از او اشخاص آسیب پذیر که وضعیتشون وخیم میشه و به طرف مرگ میرن محافظت کنیم. به همین ترتیب در قسمت ولایات چیزی که گفتن، ولایت همیشه در اولویت ما قرار داشته. ما رهبری وزارت صحت عامه افغانستان در مدت کوتاهی به ولایات مختلف افغانستان سفر کردند تا از نزدیک مشکلات ولایت را ببینند. و درست است که ما در کابل در پایتخت توانستیم که ظرفیت مراکز کووید 19 و شفاخانه خود بیشتر بسازیم. به می ترتیب ما در ولایت همی پلان را داریم تا فعلا در هر ولایت ما حداقل یک مرکز تداوی کووید 19 را داریم. و یعنی کار ما همی هست که ما بتانیم در ولایت هم یکی از پلانایی که ما داشتیم، یکی از پلانای اصلی ما این بود که ما بتانیم در هر شفاخانه خود، در هر گوشه و کنار افغانستان، به سطح ولسوالی ما بتانیم مریضان کووید 19 خود در شفاخانه خود پذیرا باشیم و از اونا نگهداری کنیم. ولی در قسمت یک بحث جدای دیگه که هست، یه است که ما مراقبت های خانگی را هم در بارش صحبت میکنیم.
تا بتانیم همون ظرفیت بالای شفاخانه هم که داریم اگر بالا هست و اگر وضعیت وخیم تر شود امکان داره کافی نباشه، ما بتانیم رو نگه داریم برای اشخاصی که وضعیتشان وخیم میشه. بنان بحث مراقبت های خانگی بحث دیگه است که ما او را دوباره صحبت میکنیم و از اون کسایی که وضعیتشان وخیم نمیشه، امراض زمینه‌ای ندارن و احساس میکنن که حالشون خوب است، خواهش میکنن که در خانه از خود مراقبت کنن، به خاطر که یک مرض ویروسی هست تداوی خاصی ندارن، از خود مراقبت کنن و توصیه های دکتر داشته باشن تا خوب شون. بسیار تشکر. تماس داریم، بیننده دیگر ما روی خط هستن، تماسشون رو پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر. سلام، احترام، خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر. صبح شما بخیر. علیکم سلام، مهربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ فهیم از کارت پروان زحمت دادم شما را. بسیار خوش آمدید، مهربانی پرسشتون. من میخواستم یک سوال بکنم از مهمان محترم برنامه‌تون. اول خدمتشان سلام تقدیم میکنم و بعد یک سوال دارم. ما شما در جریان هستیم، همه مردم افغانستان در جریان هستیم، کمک های میلیون دلاری زیادی در افغانستان در امر مبارزه با ویروس کرونا آمدن، کشورهای دنیا کمک کردن ما و شما را. اما یک موضوعی که باعث شده یک بی‌اعتمادی بسیار کلان به وجود بیاید دلیلش ایست که امیال اکثر کسایی که مریض میشه علائم ویروس کرونا را هم داره به شفاخانه مراجعه نمیکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه میگه که اونجا خدمات صحیح را نمیشه، تداوی درست نمیشه، دکترها توجه نمیکنن. از طرف دیگه میبینیم که همین دکترها هم به اعتماد است نسبت به خود وزارت صحت عامه اینا، یا میگن معاششان درست نمیرسد، به مواقع نمیرسد، یا اینکه امکانات در اختیارشان قرار نداره. من میخواستم پرسان بکنم که مهمان محترم برنامه شما برای ما بگوین که همین کمک ها و کجا رفت و چرا این به اعتمادی بین مردم به وجود اومده. درست، بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین. شما همچنان اگر پرسش و دیدگاهی در پیوند به موضوع می داشته باشن، نشانی فیسبوک و همچنان شماره تماس در اختیار شما قرار داره، می توانید تماس بگیرین و در برنامه اشتراک داشته باشین. بانو جعفری، ببینید ما. خب در قسمت کمک ها اگر صحبت کنیم، هر کمکی که به وزارت صحت عامه افغانستان میشه اکثرا خود کمک ها به صورت تجهیزات طبی هست و در یه اواخر بیشتر ماسک و پی پی هست، لباس محافظتی برای کارمندان صحی. اینا به استاک مرکزی ما میره و از طرف ما برای با در نظر داشت نیاز و اولویت شفاخانه ما برای شفاخانه ما فرستاده میشه و از او استفاده میشه. خب مسلما در پروسه ها به خاطر که یک سیستم است، سیستم بزرگ است، امکان داره مشکلاتی وجود داشته باشه و تمام تلاش ما این است که ما شفافیت داشته باشیم و اولویت کاری رهبری وزارت صحت عامه افغانستان هم همین است که با فساد مبارزه کنه و ما بتانیم تمام کمک هایی که به وزارت صحت عامه افغانستان میشه او را در راستای عرضه کردن بهتر خدمات صحی برای مردم عزیز افغانستان استفاده کنیم. و از مردم افغانستان هم خواهش میکنم که با ما اعتماد داشته باشند. در صورتی که مشکلی میبینن در سیستم حتما این رو به ما گزارش بدن. ما قبلا هم گفتیم که ما سهم شکایت صحی داریم، دفتر سهم شکایت صحی ما به شکایت هموطنان عزیز ما پاسخگو هست. لطفا با ما به تماس شوند و مشکلات به ما گزارش بدن تا ما بتانیم بررسی کنیم و رسیدگی شود. بسیار تشکر. تماس داریم، بیننده دیگر ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و مهمان برنامه شما. قریشی صد از کابل. مهربانی. تشکر میکنم از همکاران شما از تلویزیونیت، واقعا برنامه خوبی را میگیرم تا صدای مردم را به گوش مسئولین برسانم. سوال ما و خدمت مهمان برنامه شما است که وقتی شما عبید میدن که در مقصود کرونا شما در خانه ها باشین و تداویتان در خانه ها، آیا دولت در مقابل مردم چی مسئولیت داره؟ وقتی که از کریدیت کارتشون ما مالیه میگیرن، وقتی موترشون به سرک میگیرن مالیه میگیرن، وقتی که ماش میگیرن مالیه میگیرن، از کراچی مالیه میگیرن، از دکاندار مالیه میگیرن، از پیک دکان مالیه میگیرن، از وزارت میگیرن، از سرک میگیرن، پس خدمات شما چی است؟ ما پیشنهاد ما نیست که شما یک طرح برنامه داشته باشین، کسایی که در خانه هم میباشن یک پکیج دوای بسیار عادی، مثلا از نگاه پاراستامول، از نگاه بخشش باشه ویتامین سی ها، از نگاه مثلا پاکت های برای ویتامین سی می باشه، این که از پکیج باید باشه. وقتی یک نفر زنگ میزنه در اکثر چند باید اونمون موتر معذب باشه در هر ولایت، در هر نایت، در هر شهر مستقیما برسانه. متاسفانه وزارت صحت عامه، مقام وزارت صحت عامه، رهبری در این قسمت صفر بودن.
آیا از مهمان برنامه شما خواهش مندم که برنامه‌های بعدی از اینا در مقابل ویروس کرونا برای مردم شریف افغانستان چی طرح و چی برنامه دارن غیر از اینکه توصیه‌هایی که در عمل دادن؟ متاسفانه در این قسمت مردم افغانستان از موضوع کرونا واقعا خفه هستن. از درست هستن من تر برنامهشان در آینده چی است؟ اگر امی باشه که توصیه باشه متاسفانه این دیگه با ما نگوین. اگر اینا با بدیل داشته باشن باید برنامه های بدیل داشته باشن، با مردم مراجعه بکنن، تیمای سیارشان بیارن، از قسمت کسایی که در واکسیناسیون کار میکنن اون تیما را فعال بسازن، ماش برشان بتن مثل واکسیناسیون های خانه به خانه، از اقل اگر نمیگردن ما ناحیه به ناحیه ولسوالی به ولسوالی بگردن این خوبتر میشه. فقط جواب مهمان شما در قسمت برنامه های بدیل چی است؟ تشکر از تلویزیونیه. تشکر از شما همچنان که تماس گرفتین. بانو جعفری، خب در قسمت پلان اگر صحبت کنیم، گفتم که مراقبت های خانگی یک بخشی از پلان جامعه ما برای مبارزه با ویروس کرونا هست. ما بخش های دیگه هم داریم، ما شفاخانه ها را هم ظرفیتش بالا بردیم و آمادگی از این را داریم که مریضان خود را پذیرا باشیم، ولی با وجود از او هم یک بحران بزرگ است. همه ما باید دست به دست هم بتیم و بتونیم امو شفاخانه را ظرفیتش نگه داریم برای اشخاصی که وضعیتشون بسیار وخیم میشه و امکان داره به طرف مرگ برن. مراقبت های خانگی برای اشخاصی است که ما در افغانستان اولی رو باید یادآور شم که 80% نفوس ما وضعیتشون وخیم نمیشه، بلکه به صورت خفیف متوسط، حتی امکان داره خودشون متوجه نشون که به کووید 19 مبتلا شدن. بنان ما میتونیم که همین نفوس که 80% هست در خانه ها ازشون مراقبت کنیم و زمانی که ما روی برنامه مراقبت های خانگی بانو جعفری یا شما مراقبت میکنید، زمانی که ما روی بحث مراقبت های خانگی روی از این برنامه بحث کردیم، یکی از کارهایی که از طرف ما صورت میگیره این است که وقتی بر ما تماس گرفته شد از طرف شخص، ما یک تیم سیار صحی را به خانه از اشخاص روان میکنیم و برشان توصیه های صحیح داده میشه. بله، و در قسمت دوا برادر ما درست گفتن، یکی از توصیه های ما به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان همی هست که اگر ما بتانیم یک بودجه اختصاص بتیم برای از اینکه یک مقدار دوایی که برای مرض کووید 19 کمک میکنه، چون خود مرض کووید 19 کدام دوای خاصی نداره تا فعلا، هنوز برش کدام دوایی پیدا نشده، اما ما میتونیم امو دوایی که تب را کاهش میده، امو اعراض علائم را نزد مریض خوبتر میسازه و همچنان ویتامین ها هست، اینا را اگر بتونیم برشان به شکل یک بسته یا پکیج که اینا گفتن ببریم بسیار خوب میشه. یکی از پیشنهادات ما بوده و روی ازی کار میکنیم تا ما بتونیم تیمای مراقبت خانگی خود قوی تر بسازیم. تشکر. تماس داریم. سلام، صبحتون بخیر. تماس بینید ما قطع شده، یک میان برنامه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم ادامه مجله صبح. دوباره برگشتیم ادامه مجله صبح. بیننده ما داوود از غزنی روی خط است. سلام، صبحت بخیر. داوود عزیز سلام، صبحت بخیر، میربونی. بله سلام علیکم بریزان، سلامات برای خودت تقدیم میکنم. یک سلام هم برای مهمانتان دارم، یک سلام هم برای مردم شریف افغانستان دارم. ادریس قند گفتنی ما برای جناب سخنگوی سویس تشکری میکنیم از اونا که قصیدگی میشنن ویروس کرونا را. خواهیش ما ایسته که یکم ذره مردم اینا دلا بده یا تو افتق تبلیغ که میکنه فکر میکنه به خاطر کمک جوانی باز که دنیا متوجه افغانستان شد به خاطر ویروس کرونا کمک کنه. خواهیش ما ایسته که کم ذره مردم هم دل بده با این معنی که راج جلوگیری بیچی زمستان است. اگر در بهار جلوگیری ویروس کرونا میشد در یک از حال فکر میکنم در یک هم نمیشه زیاد اینا پرداز نتل کرونا را به خاطر کم ذره دل به تا مردم را تشویق کنند که از چی را استفاده کنند. یکی دوی میده که دیمه روز اینا زیاد رفتان ها اعلان کرد که ما چک میکنیم خانه به خانه که ویروس کرونا را ما جلوگیری کنیم کی داره. لطفا دوای بیکنشت 80% در افغانستان از طول دوای بیکنشت چکلو دل مردم را زیاد شما پایین نندازن، زیاد پرداز نتن. اگر شما میخواین دوای بیکنشت در کابل در دیگه اونا را شما جلوگیری کنین،
سیه میگه بعد در رسانه نه در رسانه شما اکرام دارن در دو رسانه بسیار معتبر در بعد در رسانه تک داکتر صاحبا رو ما اکرام داریم بعدش تبلیغ میکن یکش میگه زیدکش بکش یکش میگه نپوش یکش میگه ماکس و پنج روز استفاده کن یکش میگه ده روز استفاده کن تبلیغ های بی جای نظران ها بعد در رسانه بگیرن تشکر از شما تشکر از تلویزیون جهانیه تشکر از شما همچنان که تماس گرفتین بون جعفری خب در مجموع در پاسخ به هموطن عزیز ما باید بگویم که ساده ترین، آسان ترین و موثرترین راه مبارزه با ویروس کرونا جلوگیری از انتشار ویروس هست و برای جلوگیری از انتشار ویروس وزارت صحت عامه افغانستان تمام تلاش خود را میکنه تا او عواملی که سبب انتشار بیشتر ویروس میشه مثل ازدحامات اینا را هدف قرار بده و کنترل کنه وضعیت و در این قسمت همکاری مردم هم بسیار مهم است که با پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست ها با آب و صابون، حفظ فاصله اجتماعی و دوری از ازدحامات میتونن که در کاهش انتشار ویروس با ما همکاری کنن. درست. همچنان دو موضوعی که یادآور شدن از جمله بی‌کیفیت بودن دوا و خب به صورت عمومی ما اداره تنظیم دوایی داریم اونا کارشان همی است که نظارت دارن به صورت متداوم از دواها و او دواهایی که به صورت منظم به افغانستان وارد میشه از طرف ما کنترل کیفیت میشه درست. خب یک مشکل دیگه هم هست که امکان داره بعضی دواها به شکل قاچاق وارد شه که باز او دواها از طرف ما امکان داره کنترل کیفیت نشه دواها رو مردم کوشش کنن از جاهای مطمئن بخرن از دواخانه های ما و نصر سرک مثلا دوا نخرن بخاطر که دواها نه در تاریخ از او اعتبار است و نه به کیفیتش تشکر تماس داریم بیننده دیگر مونی خط هستن سلام صبح شما بخیر سلام علیک صبح شما بخیر صبح شما همچنان خیلی خوش آمدین مهربانی پرسشتان اول خو یک سلام تقدیم مهمان عزیزتان دوم ما یک سوال داشتیم مهربانی؟ چرا؟ ما در یک شهر زندگی میکنیم در کابل که شکر وزارت صحت عامه داریم کل چیز داریم چرا می دواهایی که وارد میشه قیمت هم از یا چرا نظارت نمیشه محترم؟ در یک دواخانه یک دواست 20 روپه در یک دواخانه یک دواست 40 روپه همون دوا عین دوا چرا می نظارت نمیشن؟ درست دوم دیگه چند وقت پیش ما شاهد بودیم که در پارلمان در بعضی جایا یک شخص به نام چین اول نامش را درست یادم نمانده داد ازی میزد که سکتورها یا ماشین هایی که کرونا تست میشه امو از وطن ما شما قاچاق شده به سوی پاکستان برده شده دون نظر سخنگوی سوا در این باره میخواییم که بشنیم و سلام و خداحافظ بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین اتمن صحبت های بانو جعفری را میداشته باشیم خب در قسمت دوا پیشتر هم گفتم که ما اداره تنظیم دوایی داریم اداره تنظیم دوایی کارش همی است که به صورت متداوم از کیفیت دوا قیمت دواها و به صورت مجموع محصولات دوایی نظارت داشته باشه در درست. کشور و در صورتی که هموطنان از این ما کدام مشکلی را مشخصا مشاهده میکنن میشه که به ما راپور بدن را تا از طرف ما رسیدگی صورت بگیره و در قسمت سال دومشان که دوباره مسئله ماشین‌های تنفسی یا ونتیلاتورها را مطرح کردند قبلا هم اداره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کردند که طی بازرسی‌هایی که اونا داشتن هیچ ماشینی از افغانستان قاچاق نشده و گزارشی که از طرف یکی از خبرگزاری‌ها نشر شده بود اشتباه بوده یا شاید برشان سوء تفاهم شده اما این واقعیت نداشته و از مردم عزیز خود خواهش میکنم که لطفاً به وزارت صحت عامه افغانستان اعتماد کنین و بیاین دست به دست هم بتیم تا بتونیم با بحران کرونا مبارزه کنیم درست است که وزارت صحت عامه افغانستان تلاش خود را میکنه برای مبارزه با ویروس کرونا اما این کاری نیست که به تنهایی با توسط یک وزارت انجام شود فرد فرد این جامعه مسئول است تا از او اشخاصی که وضعیتشان وخیم میشه و به طرف مرگ میرن محافظت کنن درست تماس داریم سلام صبحتان بخیر سلام به شما سلام به مهمانتان ما خدمت مهمانتان عرض میکنم که می درست قبل ما یک مریض از اطراف آورده بودیم از ولایت بدخشان در حالت کوما ما به شفاخانه جمهوریت به بخش امرجنسی ساعت 6 بجه ایره مراجعه کردیم وقتی که مریض ما رو گرفتن بعدن که فهمیدن که ما به زبان وزدیکی صحبت میکنیم ما رو تعویض قرار گرفتیم مریض ما رو تسلیم نشدن
مریض ما را با مو حالت با خدا در گفته بعد مردم ها و عوام که ظلم را که بر ما روا داشتن ولی که امو بساب کافر می کنه به حق یک انسان نمی کنه مریض ما را با مو حالت از شفخانه نپذیرفتن کشیدن با بسیار دلسردی کسی که مادر شخصی بود که فرزندش در خط اول مقدم جبهه جنگ میکنه در نیروهای نظامی است اما مریض ما را همو نوکریوال بخشی که یک اوغان بود نپذیرفتند با بسیار سردی ما از شبخانه خارج شدیم دیگر اینی نمبر تلفن ما را اگر شما پیگیری کرده میتونیم ما میتونیم که شو دکتر برای شما نشان بدیم چرا یک تبعیض در حق ما کردن تبعیض در حکومت اشرف غنی در تمام سطوحات بداد میزنم ما تا بال تبعیض دکتر را ندیده بودیم تبعیض اداری خیر اما تبعیض تبابت بسیار شرم است بسیار ننگ است تشکر از شما همچنان که تماس گرفتین شما را تماس شما را همکارا یادداشت میکنن و در پایان برنامه با بانو جعفری شما را شریک میکنیم شما همچنان اگر پرسش و یا دیدگاهی در پیوند به موضوع امروز دارین راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره 791-300-654 اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک یک تیوی نیوز داد اف بزنین موضوع برنامه اونجا پست شده با پست مرتبط به موضوع دیدگاه و پرسشتان را بنویسین ما در برنامه می داشته باشیم بانو جعفری کوتاه بر بیننده ما که صحبتشون را شنیدن خب به صورت عمومی تبعیض یک مشکل جهانی هست من این را قبول دارم و باید با این مبارزه صورت بگیره دکترای ما کسایی هستند که اونا یک سوگند هم یاد میکنن که به مریضان خود خدمت کنن و ما دکترای داریم که از جان خود میگذارن تا بتونن به مریض خود خدمت کنن و خدمات صحی را برشان عرضه کنن ولی باز هم اگر مشکلی هست باید بر ما گزارش شد و از طرف ما بررسی شد تا ببینیم مسئله چگونه بوده شماره تماس یه هموطن ما را امروی ما شریک کنین من این را به دفتر سم شکایت صحی میتونم و اونا بررسی میکنن قضیه را و ببینن که چه موضوعی در اینجا بوده حتما تماس داریم بینید دیگر مورد خط هستن تماسشون را پاسخ میدیم سلام صبح شما بخیر تماستون وصل است مهربانی نامتان از کجا تماس گرفتین سلام علیکم زکی هستم از شجرک به تماس شدیم برادر مهربانی پرسشتون بله صدای شما رو داره مهربانی والا قند همی دباره همی ویدیو کرونا هستم مهربانی مرا گرفت بود تقریبا 4-5 ماه پیش درست دوباره حالی امنیت و ذایقه من از بین رفتم وقتی که تست هم کردم در تست به من گفتن که ما ویروس نداریم اگر موقع درست تر اختیار بکنین در نوابت این صحبتتان بیننده ما صدای ما را از طریق تلویزیونشان دارند خواهشان زمان که تماس میگیرید موقع درست سر اختیار بکنید صدای ما را تنها از طریق تلفن داشته باشین تا بتونیم به گونه دقیق پرسشتان را در برنامه داشته باشیم همچنان دیدگاه شما در صفحه فیسبوک هم می داشته باشیم مهربانی من فکر میکنم سوالشون را گرفتم اگر اجازه بدید بفرمایید خب فکر میکنم سوالشون این بود که 4-5 ماه قبل به کووید 19 مبتلا شده بودند و فعلا ذائقه خود از دست دادند یکی از مطالعات اخیری که انجام شده نشان داده که یکی از عوارض مریضی کووید 19 ای است که حتی 5-6 ماه بعد از اینکه آدم مبتلا میشه به مریضی امکان داره که حس ذائقه و بویایی خود از دست بده بنابراین اگر تستشان منفی است مشکلی نیست فقط این عارضه وجود داره که ایران به خاطر که ویروس کرونا ویروس جدید است اینکه چه عوارضی بعد از مبتلا شدن به مریضی کووید 19 بر آدم دست میده موضوعاتی است که ما هر روز یک چیز تازه می آموزیم برن زیاد به تشویش نشون اگر تستشون منفی است و مشکل خاصی ندارن تشویشی نیست تشکر آخرین تماس برنامه بینید ما خط هستن سلام صبحتون بخیر سلام علیکم علیکم سلام نامتان از کجا تماس گرفتین سفر افغان خرمی از خیرخانه را تماس شدیم خوش آمده مهمانتان سلام و عرض ادب داریم در این قسمتی که دیگه پیشتر گفتن که ما توجه کسی برای مریضا نمی کنن که دکتران ما سوگند خوردین باور خوب کنید
این گفت ها به ملت هیچ کنات بحث نیست. وزیر هم سوگان خورده است. رئیس جمهور هم سوگان خورده است. یک پیلوت که بردن به شاروری در کرونا یک نان به 12 رساندن. ماشینا را از افغانستان اخراج کردن. یکیش میگه که نه اخراج نشده تا هست. دیگه میگه و اختلاف شده است. دیگه در این قسمت توجهی که دواب سرساماور دوای بیکیفیت داخل میشه کل کار خیش خودی اینی برنامه که در تلویزیون هست بجز خشم ملت زیاد میکنه دیگه هیچ چیزی به این مردم قناعت بخش نیست. باور به خدا که در هر جای در این دوای بیکیفیت ترین دوا چی مواد دوای سیی چی مواد غذایی چی مواد های سرمونی بیکیفیت ترین در افغانستان بیان در سی جمعه ما سوگت خورد وزیراش هم سوگت خورد دیگه کسی به این گپا هیچ توجه نمی کنه. نرخا خود دواخانه و یه پیش یک داکتر که میره یه اصلا اگر زکام هست یک تابلت بدهد یا کلون در رسی یک تابلت زدرو بدهد در زدرو ماشین یک پاکت پر بکنه که حتی گرده های تفر میکنه. نمی کنم مرمی یک تکلیف گرده داره. تشکر از اینکه تماس گرفتین بانو جعفری بر بینینده ما. خب ما قسمی که پیشتر هم گفتم از طرف ما کنترل کیفیت بر دواها صورت میگیره و دواهایی که ونی به افغانستان وارد میشه به صورت قانونی و آیا سوالی که ما دارم از همتنان از این مایی است که آیا کسی کدام تحقیق کنترل کیفیت انجام داده که درباره کیفیت دوای افغانستان ونی بحث صورت بگیره یا خیر اگر کسی شکایت از کیفیت دوا داره خب یک نظر کلی هست که وقتی یک نفر یک دوا رو میگیره و راضی نباشه از او دوا و دوا تاثیر برش نمیکنه یک حالت روانی هست اما اگر کسی کدام تحقیق انجام داده تحقیق علمی که اون نشون میده که کیفیت یک دوا خراب است میشه که اما دوا رو مشخصا بر ما گزارش بدن تا اثر مو بزنه خیلی کوتاه این که کتای تشخیصی کافی وزارت صحت در اختیار داره خیر خب شما بیشتر از مقدار کتای تشخیصی هم پرسان کردین خب یک مسئله است که نظر به مراجعین ما فرق میکنه که ما هر روز چقدر مراجعین داریم و چقدر نیاز داریم به کت یک مدتی ما کمبود داشتیم در کتای تشخیصی ولی کمبود برطرف شد کمکی که دریافت کردیم ما ارسال کردیم کتای تشخیصی تشکر بانو معصومه جعفری ما نسخنده وزارت صحت عامه افغانستان از حضور پیدا کردیم تشکر وقت شما خوش ممنون از شما همچنان که تا البیننده مجله صبح بودین تا فردا خدا نگهدار